شما هم شنیدید که وقتی یک کار یا یک پروژه به انجام میرسه میگن کار حتما صاحب داشته. اسقر قنچی صاحب کار بود. او با کامیونهاش خیلی ها رو با 1000 تومان صاحب تریلی کرد و حمل و نقل رو در ایران آسانتر. آن مرد با مقامت رو ببینید در آپارات این هفته. سلام، حسن سارچو هستم. خوش اومدید به آپارات این هفته. با فیلم این هفته میخوام یاد بکنیم از یکی از صنعتگران بزرگ ایران، کسی که با کارگری در کارخانه ها کارش رو شروع کرد و به مدد تجربه توانش تبدیل شد به یکی از بزرگترین خودروسازان ایران. اسقر قنچی که در سن 91 سالگی درگذشت، با شرکت خودروسازی ایران کاوش معروف شد به پدر صنعت کامیون ایران. اما اونچه داستان زندگی رو جذابتر میکنه اتفاقاتی هست که برای او و کارخانش به خصوص در جریان حوادث بعد از انقلاب رخ داد. زندگی اسقر قنچی تصویری هست از آنچه بر صنعت در ایران رفته. امین آزاد خبرنگار و مستندساز در فیلم آن مرد با ماک آمد نگاهی کرده به تلاش های اسقر قنچی به عنوان یک صنعتگر تجربی در قبل و بعد از انقلاب. آقای آزاد تحصیل کرده یه مکانیک هست و خودش مدتی کار خبرنگاری کرده و از 25 سالگی هم با ساخت فیلم هایی درباره صنعت خودرو و ساخت فیلم های صنعتی و تبلیغاتی وارد این عرصه شده. آقای آزاد از راه دور مهمان این هفته برنامه هست و همینطور فریده اسماعیل پور پژوهشگر فیلم و مستندساز اینجا در استودیو با ما هست تا درباره این فیلم بیشتر صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید هر دوی شما به برنامه این هفته ما. خب به اتفاق فیلم آن مرد با مقاومت رو ببینیم، بعد بیشتر درباره اش صحبت میکنیم. ببینیم فیلم رو. پیکان ماشین ساده ایه، ماک هم همینطور. آقای قنچی از نظر خواستهای خودش با این آمریکایی دیکته میکردیشون. مشتری که میامد حتما ماشین ایرانی میخواست. 1200 تا کارگر 30 تا کارمند داشتیم. حتی آقای قنچی میتونست اینجا خودش ماشین بسازه. اصلا تریلی سازی و ماشین سازی اینجا ریشش از همینجاست شروع شده. هر کدوم آدمایی که یاد بدی اوستا بشن 10 نفر دست نون بخورن دیگه از این بهتر تو دنیا چه کاری میشه کرد؟ مستند آن مرد با مقاومت رو دیدیم درباره زندگی اسقر قنچی، صنعتگر ایرانی و بنیانگذار ایران کاوه. فیلم اگرچه تمرکزش بر آقای قنچی و شرکت ایران کاوه بود، اما تصویر روشن و سندی میداد از اون چه که در بعد از انقلاب در اثر هیجانات انقلابی و سوء مدیریت ها بر صنعت ایران رفته. امین آزاد کارگردان این فیلم از راه دور به پرسش های ما پاسخ داده. همینطور اینجا در استودیو فریده اسماعیل پور پژوهشگر فیلم و مستندساز با ما هست. صحبت رو با شما شروع کنیم آقای آزاد. ایده این فیلم از کجا به دست اومد برای شما؟ من و همسرم در جریان ساخت یک فیلم مستند دیگه بود که به سراغ آقای رضا نیازمند رفتیم. آقای رضا نیازمند یکی از بزرگترین مردان صنعتی ایران هستند. کسی هستند که بسیاری از صنایع رو در ایران بنیانگذاری کردند. خب ایشون برای ما در مورد آقای قنچی گفتن و ما دیدیم که داستان آقای قنچی چقدر جذابه. به توصیه آقای نیازمند ما رفتیم سراغ آقای قنچی و آقای قنچی داستان زندگی خودش رو برای ما گفت، داستانی که ما فکر کردیم میشه ازش یک فیلم مستند خوب ساخت. ایشون از کارگری شروع کرده بود، رشد کرده بود، کارخونه‌شو ساخته بود. داستان ایشون خیلی شبیه هوندا بود. هوندا هم یک آهنگر بود که کارگری کرده بود، کارخونه خودشو ساخته بود. در جریان جنگ جهانی دوم کارخونه‌ش آسیب دیده بود، اما دوباره کارخونه رو ساخته بود و تونسته بود به جایی برسه که اولین خودروساز ژاپنی باشه که به آمریکا خودرو صادر کنه. آقای قنچی هم در جریان انقلاب و بعد در جریان ملی سازی صنایع کارخونه‌اش از
ازش گرفته میشه، دوباره سعی میکنه کارگاه جدیدی رو راه بندازه، اما سرانجام آقای قنچی با سرانجام هوندا فرق داره، به خاطر اینکه بسترهای ایران و ژاپن فرق میکرده. داستان آقای قنچی یه جورای بازگو کننده یه داستان بیشتر صنایع در ایران هست. برای همین ما فکر کردیم که خیلی خوب میشه تا از این داستان یک مستند بسازیم. آقای اسماعیل پور، این فیلم ترکیب است از ایده ها و فرم های مختلف ساختاری در حقیقت. فیلم چطور فیلمیه؟ آیا یه پورتره است؟ یک گزارش؟ چی میتونیم بدونیمش؟ من فکر کنم یک ترکیبی میتونه باشه، برای اینکه شاید روی کرد یا میل فیلمساز یه روی کرد پورتره محور بوده، ولی شاید چاره‌ای هم نداشته و میل میکنه به سوی اینکه درباره نهاد بزرگ صنعتی هم که در ایران با زندگی آقای قنچی گره خورده اطلاعاتی مخاطب بده و اتفاقا فیلم جون بگیره و وارد مرحله دوم خودش بشه. برای من بیشتر یک پورتره است که ما رو به طرف یک داستان مهم صنعتی تو تاریخ معاصر ایران میبره. آقای آزاد، تو فیلمتون تاکید عمده شما بر نمایه‌های آرشیوی بوده که از فیلمی از قبل از انقلاب استفاده کردی یا تصاویری از کارخونه در قبل از انقلاب. این تصاویر از کجا به دست اومده و سازندش کی هست؟ برای ساخت این فیلم ما نیاز به تصاویر آرشیوی داشتیم، اما بسیاری از تصاویر و فیلم ها از بین رفته بودند. بعد از یک سال جستجو در منزل یکی از اقوام آقای قنچی، ما یک نگاتیو 35 میلیمتری پیدا کردیم که سالهای سال در شرایط نامطلوبی نگهداری شده بود. بعد از بازسازی و تبدیل اون به نسخه دیجیتال، انگار یک تاریخ فراموش شده دوباره متولد شده بود. ما وقتی روایت فیلم رو دیدیم، فکر کردیم که از این روایت میتونیم در کنار روایت خودمون استفاده کنیم و فیلم رو به جلو ببریم. آقای اسماعیل پور، روایت در این فیلم چطور شکل گرفته؟ به لحاظ روایی ما با چطور فیلم روبرو بودیم؟ ما یه مقداری بر خلاف جذابیت و شیرینی فیلم که خیلی از سوژه و موضوع انتخاب درست موضوع میاد، دچار آشفتگی هویتی باشیم. به این معنا که در روایت ما صدای پشت دوربین و راوی اول رو داریم که اتفاقا گفتار متنم میگه که احتمالاً خود فیلمسازه، مصاحبه با شخصیت مختلف از جمله خدای قنچی رو داریم و یه پایه دیگه این روایت بر اون فیلمی هست که یه فیلم به نظر من تبلیغاتی صنعتی درباره خود شرکت ایران کاوه است که اتفاقا با گفتار متنش هم استفاده میشه در جای جای فیلم و به عنوان یه فیلم کامل، یعنی گویا یه فیلم کامل و ورشو توی فیلم دیگه ازش استفاده میکنه. من فکر میکنم از انسجامش این تنوع به نظر من کمی نادقیق از انسجام روایه فیلم کم کرده. آقای آزاد، فیلم به خصوص در اون بخشی که به حوادث بعد از انقلاب میپردازه و به اون چی که بر آقای قنچی و کسانی مثل او رفته خیلی سندیت پیدا میکنه و خیلی ارزشمنده. وقتی بحث بازداشت و زندانی شدن آقای قنچی در بعد از انقلاب مطرح میشه، چرا خودش چیزی نمیگه؟ از خودش چیزی نداریم؟ خودشون تصمیم گرفتن درباره این موضوع در فیلم صحبت نکنن. قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه، ایشون داستان کامل زندگیشون رو تعریف کردن. وقتی فیلم برداری رو شروع کردیم و درباره این موضوع ازشون سوال پرسیدیم، ایشون حاضر نشدن جواب بدن. اما نمیشد فیلم رو نصف کار گذاشت و داستان رو ناقص روایت کرد. برای همین سراغ افراد دیگه رفتیم تا این داستان رو از زبان اونها بازگو کنیم و داستانی که اونها بازگو کردن بسیار شبیه بود به اون چیزی که آقای قنچی برای ما تعریف کردن. آقای اسماعیل پور، برای من نکاتی که گفته شد، فیلم در این حال فیلم جذابی به نظر میاد. این جذابیت از کجا ناشی میشه؟ فکر میکنم سه تا عنصر داره. اول اینکه فیلم برخلاف کمبود امکاناتی که مشخص فیلمساز باش روبرو بوده، از پژوهش نسبی مناسبی برخورداره که این و این پژوهش نسبی مناسب در تدوین و شکل توزیع اطلاعات در کل فیلم به نظر من خودش رو نشون میده و موفقه. کما اینکه به نظر من مهمترین ویژگی که به جذابیت این فیلم کمک میکنه و اونقدر جذاب ساخته، خود موضوع هست و جذابیت خودش و زندگیش که شبیه حماسه است و این از انتخاب درست فیلم سازم البته میاد.
فیلم به هر حال فیلمسازم همونطور که میگه حدود یک سال دربارش تحقیق و پژوهش کرده، ولی چرا فیلم به اصطلاح چشم متخصص یا کسی مثل شما رو نمیگیره اونقدر؟ والا چشم منو گرفته، به خاطر اینکه این فیلم من دیدم و فکر میکنم فیلم مهمیه، برای اینکه یگانه است تا اونجا که من میدونم تنها اثری هست که درباره آقای قنچی و این شخصیت یگانه واقعا ساخته شده. پس اهمیت سندیتش همونطور که همیشه ما بهش اشاره میکنیم وجود داره، پس مستنده. اینکه حالا چگونه مستندیست اون بحثایی که شما میگید متخصصان وارد میشن و یه بحث دیگر رو شاید مثلا ثانوی و تخصصی تره، اما من فکر میکنم اشاره کردم به اون تنوع به نظر من گاه نالازم روایی و اون عدم انسجام توی فیلم. یا یک مسئله دیگری که توی فیلم مستند خیلی مهمه، مشخصی که فیلم پژوهش داره، ولی واقعیتش اینه که ما از درباره آقای قنچی فقط از آقای نیازمند که بالاخره تو اون پروژه بودن و ایشون انتخاب کردن، خودشون، فامیلشون و همکارانشون که اکثرا کارگراشون بودن میشتویم. شاید اگر فیلمساز رجوع میکرد و اینقدر خودبسنده نبود اصلا و فیلمساز رجوع میکرد به بیرون از این دایره محدود، من بعید میدونم کسی توی ایران میبود که میتونست بگه آقای قنچی مثلا خوب کار نکرده یا کارش ضعیف بوده، ولی اگر کسایی از بیرون هم نگاه میکردن به عنوان ناظر و برای ما شرح میدادن این ماجرا رو، شاید مستند دقیق تری میشد. کما اینکه میگم مسائل فنی ریز داره فیلم که تو نوع فیلم برداری، تو نوع پرداخت صحنه که بالاخره حتما میتونست بهتر باشه. فیلم البته تنوع مصاحبه شونده زیاد داشتم و خب از یک دیف بودن، در این حال هم مشکلات فنی داره به خصوص تو بخش تدوینش. آقای آزاد چرا از تدوینگران کمک نگرفتید یا از پرسنل دیگه در حقیقت برای جمع و جور کردن این کار ارزشمند، چون همه کار ظاهرا خودتون و همسرتون انجام دادید؟ خب البته من این فیلم رو با همسرم خانم الهام زهره‌وند ساختم و شما در نظر بگیرید که خیلی جاها پشت دوربینم دارم کارگردانی هم میکنم، در حال صدا برداری هم هستم، در حال مصاحبه هم هستم، خانمم هم داره فیلم برداری میکنه و باید این ترکیب دوتا دوربینم رعایت کنیم و خب خیلی مواقع پیش میاد که صدا ممکنه ایدئال نباشه یا تصویر ممکنه اون چیزی که ما میخوایم نباشه. اما چرا این کار کردیم؟ دلیلش هزینه هست. ما اگر می‌خواستیم این فیلمو با عوامل بیشتری بسازیم، صدا بردار داشته باشیم، این فیلم بردار داشته باشیم، احتیاج به تدارکات بهتری داشتیم و تمام اینها هزینه تولید ما رو بالا می‌برد که دیگه از پس من به عنوان تهیه کننده و کارگردان بر نمی‌اومد و باید من می‌رفتم سراغ یک تهیه کننده و فکر می‌کردم که اگر سراغ یک تهیه کننده برم احتمالاً سلایق اون وارد فیلم ما میشه با توجه به شناختی که از تهیه کننده های سینما ایران دارم و این فیلم دیگه این چیزی نیست که الان شما دارین میبینید. فیلمی که ما سعی کردیم منصف باشه و حقایق رو به مخاطبش بگه. آقای اسماعیل پور، درباره سامانه تصویری فیلم هم صحبت کنیم. فیلم چه بافت تصویری داره؟ میدونیم بخشش حالا آرشیوی هست و بخشش مصاحبه، اما خیلی روشن‌تر اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم با چه بافت تصویری در فیلم روبرو هستیم؟ اتفاقا فیلم عناصر تصویری که فیلمساز سعی کرده برای مستندش ایجاد کنه و گرد هم بیاره باز هم متنوع، البته به معنای صفت منفی اینجا اتفاقا به کار نمیره، ولی اگر قائل بشیم دوباره به مسئله مصاحبه محوری فیلم که اصولا فیلمیه مصاحبه محور، چه با خود شخصیت و چه با شخصیت دیگه، شخصیت های جنبی که میتونستن کمک کنن اطلاعات به ما بدن، گرچه من فکر میکنم شاید یک مصاحبه کامل تر با آقای قنچی طلب میکرد در این فیلم. پس اول مصاحبه محوری و شکل مصاحبه هاست، بعد تصاویر آرشیوی و به طور مشخص اون فیلمیه که فیلم آموزشی و صنعتی هست که مال ایران کاوه است و استفاده میشه به شکل کامل که برای من کم غریبه همچنان، و بعد تصاویر بازسازی شده است. یکی از نکته‌های مثبت فیلم آغاز فیلمه و تیتراژش اون تصاویری هوایی که گرفته و بعد تصاویر حرکتی که توی کارخونه متروک می‌گیره به نظر من خیلی زیباست و اینها بافت اصلی فیلمو از لحاظ بصری شکل میدن. ولی به نظر میاد که به خصوص در اون 15 دقیقه آخر ساختار اولی فیلم به هم می‌ریزه و شده یک لحن گزارشی میشیم. آقای آزاد، آیا امکان فشرده تر کردن فیلم و یک دست شدنش و دور شدن از این بافت گزارشی رو در بخصوص یک رو به آخر نداشتیم؟
البته من 15 دقیقه آخر فیلم رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه احساسات واقعی آیه قنچی رو نشون میده. اما چرا ما از دو تا سبک مختلف و دو تا ساختار مختلف استفاده کردیم؟ ساختار اول که یک ساختار رواییه، به ما حوادث مختلف رو تعریف میکنه و تو این بستر ما داستان رو تعریف میکنیم، اما همچنان یه چیزیش کمه و اون این هستش که احساسات آیه قنچی رو نشون نمیده. ما با آیه قنچی زیاد نزدیک نشدیم، برای همین ما ساختار گزارش رو انتخاب میکنیم تا با آیه قنچی نزدیک بشیم. ساختار روایی و ساختار گزارشی هر دوتا با هم فیلم رو جلو میبرن و داستان ما رو تکمیل میکنن و شخصیت پردازی میکنن برای ما. آقای اسماعیل پور، همونطور که قبلا هم صحبت رو کردیم، فیلم افراد زیادی رو مورد مصاحبه قرار داده، مصاحبه شونده زیاد، صدا زیاد میشنویم، تنوع صدایی زیاد هست، ولی چرا این احساس میشه که توی فیلم چند صدایی ما نداریم؟ عرض کردم شاید دلیل اصلیش اینه که تمام کسایی که داره این قصه و این شخصیت رو برای ما شرح میدن و به ما معرفی میکنن هم از نزدیکان آقای قنچی هستن یا کسایی که در این پروژه منتفع بودن یا بالاخره فعال بودن تو این پروژه. شاید ما احتیاج داشتیم به صداهای که خارج از این دایره باشه. اجازه بدید من این نکته که به نظر نکته مهمی هست درباره این فیلم و اصولا درباره سینمای مستند بهش اشاره کنم. ببینید، وقتی ما درباره تدوین توی سینمای مستند و اصولا تو سینما حرف میزنیم، یک رشته ای که براش میان درس میخونن، متخصص داره تو دنیا و تو ایران و خیلی کمک میکنه به فیلمساز، یک تدوینگر در کنارش. این لزوم نداره که این عادتی که تو ایران حتما همه فیلمسازهای ما فیلمهای خودشون تدوین کنن و خودشون محروم کنن از یک نگاه و یک تخصص بیشتر به فیلمشون. البته این حرفی که ما میزنیم حرف ایدئالی هست. ما میدونیم که فیلمسازا مثل موردی که الان ما داریم در حرف میزنیم مصائب خودشون دارن برای ساختن فیلم و شاید همیشه نه، خصوص فیلمسازی مستند و تک نفره با دستای خالی همیشه سخته. ولی میخوایم بگیم که بالاخره اگر امکانش باشه، تدوینگر و نگاه دیگر میتونه کمک کنه به فیلم. همینطور هست. آقای آزاد، سوالو با پایان فیلم شما در حقیقت این گفتگو رو به پایان برسونیم. فیلم رو با یک گفتار متن تبلیغاتی که از فیلم پیشین در حقیقت یا فیلم آرشیوی گرفتید به پایان میبرید و درباره رهبر و تمدن بزرگ و این حرفا، چرا فکر کردید که این پایان بندی به این شکل برای فیلم شما درباره اصغر قنچی پایان بندی مناسبی هست؟ خب به نظرم صدای اون نریشن در پایان اون فیلم تبلیغاتی و تصاویری از واقعیت اون چه برای قنچی رخ داده در کارگاهش تناقض جالبی بود که میتونستیم ما با اون فیلمو تموم کنیم. نظر شما بسیار محترم و مغتنم. بسیار خوب، ممنون و متشکرم از هر دو شما، امین آزاد و فریده اسماعیل پور اینجا در استودیو. فرصت بیشتر برای ادامه گفتگو نیست. از طریق همین راههایی که اینجا زیر نویس میشه شما برام بنویسید که فیلم رو چطور دیدید و چقدر شاهد شخصیت‌ها، اتفاقات و یا تجربیات مشابه بودید. تجربیاتی مشابه اونچه که بر اصغر قنچی گذشت. تو هفته آینده و برنامه دیگر، بدرود و پاینده باشید.